فعالان مدنی در نشست دادخانه با مقام های محلی هرات خواهان تطبیق یکسان قانون در برابر شهروندان شدند. آنان عملکرد اخیر رئیس شورای ولایتی هرات را خلاف قانون عنوان کردند و از والی میخواهند در مقابل چنین افرادی خاموش ننشیند، بلکه به منظور جلب اعتماد مردم نسبت به حکومت قانون را بالای همه افراد جامعه یکسان تطبیق نماید. والی هرات در این نشست نیز تاکید کرد که در این قضیه جدی است و از هیچ گونه موارد فروگذاشت نخواهد کرد. محسن کریمی گزارش میدهد. تنش‌ها میان سارن والی و رئیس شورای ولایتی تا دادخواهی فعالان مدنی. اینجا شماری از فعالان جامعه مدنی هرات در نشست دادخواهانه با والی این ولایت خواهان تطبیق یکسان قانون بر همه افراد جامعه شدند. این فعالان مدنی عملکرد اخیر رئیس شورای ولایتی هرات را خلاف قانون دانست، از حکومت میخوان تا آنگونه که قانون بر دیگر شهروندان تطبیق میشود، برای زورمندانه که خلاف قانون عمل میکنند نیز یکسان تطبیق شود. شما یک سچرخوالایی که کوچکترین تخطی میشه لتوکوب میکنید، گرفتار میکنید، دوسیه مندازین، شش ماه به کنج محبس مندازین و سختترین فقرات قانون سرش تطبیق میکنید. هر جا میگردن مادهای قانون سرش تطبیق میکنه. کسی که هر کاری از دستش میاد در شهر میکنه، کسی از اون نمیپرسه. فعالان مدنی در این نشست میگویند بارها حکومت در برابر افراد زورگو و قدرتمند مدارا کرده است. شماره از این شرکت کنندگان میگویند پیش از این نیز رئیس شورای ولایتی کارهایی را خلاف قانون انجام داده بود، اما با آنکه حکومت مرکزی هیئتی را به خاطر بررسی قضایای صورت گرفته به این ولایت فرستاد، ولی نتیجه بررسی این هیئت مشخص نشد. ما فقط خواهان تطبیق قانونیم، هر کس که میخوای باشه، هیچ کس فراتر از قانون نباید باشه. با این حال والی هرات در این نشست میگوید برای بررسی قضیه رئیس شورای ولایتی هرات قرار است هیئتی از مرکز کشور به هرات بیاید. بنان موضوع تحت بررسی جدی اداره محلی قرار دارد. محمد آصف رحیمی میگوید از حکم لوی سارن والی کشور استقبال میکند. تعلیق آقای کامران علیزایی تطبیق است. شما دیروز هم دیدین که به دفتر کسی نیست و وظیفه‌شان به تعلیق در آمده و مکتوبی هم که از لوی سارنوال به ما رسیده او ابلاغ شد. و دومی که فرد مظنونی که تحت تحقیق بوده او را دوباره پس به سارنوالی تسلیم داده. رئیس شورای ولایتی هرات پس از آن از سوی لوی سارنوالی کشور ممنوع الخروج و وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمد که او یک انجینیر اداره فایده عامه را که تحت نظارت سارنوالی قرار داشت به زور آزاد ساخت، که عکس‌العمل جدی مسئولان اداره سارنوالی هرات را به دنبال داشته است. با این همه هنوز حکم لوی سارنوالی کشور به گونه کامل در این زمینه تطبیق نشده است.